سلام، من امین جوادی هستم و امروز اومدم با یه ویدیو دیگه درباره سربازی. البته یک سال بعد از اینکه سربازی تموم شده. خب من پارسال همین موقع بود تقریبا که سربازی تموم شد. من یک شیش یعنی یک شهریور ماه سال 1402 تحفیز شدم و یه سال گذشته اومدم از تجربیاتم بعد از این یه سال سربازی بگم و امیدوارم که مفید باشه. خب همین اول داستان بگم، این که میگن که آره دلت برای سربازی تنگ میشه و نمیدونم دلت برای پادگان تنگ میشه یه چرنده، یعنی اصلا همچین چیزی وجود نداره. ببین شاید شما دلتون برای مثلا بعضی از آدم هایی که تون پادگان بودن تنگ میشه، مثلا دوستات از دوستات دلت برای اونا تنگ میشه، ولی امکان نداره تو دلت برای اون فرمانده های اونجا تنگ میشه، چون واقعا خیلی جوری هم میدونی. یا مثلا داره برای پادگان تنگ بشه، چون واقعا آدم شبای خیلی سختی رو اونجا گذرونده دیگه، پر از استرس، پر از حسای بد اونجا آدم گذرونده. و اینکه میگن آره دلت تنگ میشه و نمیدونم آرزو میکنی که اینجا بودی و مشکلات آینده، اینا همه چرته. همچین چیزایی واقعا حداقل برای من که وجود نداشته. نمیدونم دوستانی بودن که شاید رفتن سربازی یا بعدش دلشون تنگ شده، یعنی به شخصه من دلم برای دوستا از دوستان تنگ شده که مثلا اونجا بودیم میگفتیم میخندیدیم شبا تو پادگان کنار هم بودیم، بالاخره فضا خیلی خوبی بود اون کنار اون دوستا، نه تو پادگان نه تو کنار اون فرماندار، و آدم دلش برای این چیزا خب یه ذره تنگ میشه. و آره ولی در مورد پادگان و سربازی واقعا من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که این سربازی تموم شد و واقعا استرسی که داشت به ما میومد اون استرس دیگه الان وجود نداره. خیلی استرس داره، خیلی سربازی استرس داره. نکته بعدی که میخوام بگم درباره کسایی که دوست دارم برن سربازی و حالا میخوام تجربیات خودم رو بگم به عنوان کسی که سربازیش رو تموم کرده. ببینید اگه شما میخواید از ایران برید، خارج از کشور برید، رفتن به سربازی تو جه ارمانی داره. خب اگه دنبال یک کار کارمندی هم هستی، رفتن به سربازی تو جه ارمانی داره. به جز این دوتا رفتن به سربازی اصلا تو جه ارمانی نداره. یعنی شما اگه به فکر این نیستید که از ایران خارج بشی، خب همین یا مثلا کار پدرتون هست، این رو همین مغازه هست که میدونید دارید کار میکنید، همه چی استیبله، همه چی خوبه، اصلا رفتن به سربازی هیچ لزومی توش نیست. خب ولی نه، این اصلا به فکر نمی که اوکی من برم خارج از کشور درس بخونم. خب بعضی که اصلا معافیت تحصیلی میگیرن اونجوری که بگیرید که خیلی بهتره، یا نمیدونم به فکر اینه که آره نمیدونم برم خارج از کشور کار کنم زندگی کنم و اینا، اومدم به سربازی اگر راه دیگه ای نباشه خوبه. خب یعنی بعد سربازی اون لول آخر شما باشه، اون کار آخر شما باشه، یعنی اگه دیگه همه جا در رو بن‌بست کردن شما پاشید بیاید سربازی. خب چرا که واقعا سخته، واقعا سخته. من آموزشیم 26 روز بود و واقعا پدرم این درمم، حالا من میبینم آموزشی بعضی دو ماهه. خب واقعا سخت دارم دو ماه، نمیدونم چند صد کیلومتر دورتر از خونش مثلا نمیدونم یه سری آموزش ها رو بهش بدن. خب من آموزشیم 05 کرمان بود و تا 05 کرمان از جایی که من بودم لرستان 24 ساعت فاصله داشت اتوبوس. و من یادم اون روز یکی از بدترین روزهای زندگی بود، خیلی هم سخت بود. کلا اون 25-6 روزی که اونجا بود، یعنی من تو آموزشی بودم، هزار بار میخواستم فرار کنم ازش، با اینکه من خیلی آدم مقاومیم، خیلی آدم مقاومیم نسبت به بقیه دوستان و آدم هایی که مثلا تو زندگی میدم، خیلی آدمی هم که تا تهش بیشتر میمونم، ولی اینجوری بودم که تو 25-6 روز هم میگفتم خدایا یه راهی وجود نداره اینجا فرار کنم، من غلط کردم، من خوردم که اومدم اینجا. و آره دو تا چهار تا کنید اگه میبینید سربازی به نفعتونه پاشید بیاید، اگه هم که میبینید نه ببینید هر چقدر زمان بگذره. خب اصلا بستگی داره، اگه جنگ بشه دوباره ممکنه سربازی شرایطش بهتر بشه. الان شده 21 ماه، زمانی که ما رفتیم 24 ماه بود، اصلا من منطقه محرومی و اینا رو داشتم 6 ماه ازش کم میشد، ولی الان 21 ماهه. خب و شما باید فکر کنید ببینید که آره آقا اگه بذارم بیشتر بگذاره احتمال داره خدمت 18 ماه 14 ماه بیاد،
احتمال داره حتی سربازی حرفه‌ای بشه. خب سربازی اگه حرفه‌ای بشه یعنی شما فقط کافی پول بدید دیگه، نه یه سر خدمت. خب و یه سری آدم ها به پولش نیاز دارن میرن سربازی. خب این خیلی بهتره اگه این اتفاق بیفته. شما باید دو تا چهار تا کنید ببینید آره من همچین شرایطی پیش میاد یا همچین شرایطی پیش نمیاد. با درک خیلی زیادی این راهو شروع کنید. من همینجوری 87 رفتم داخلش، نفتم سربازی بعد. خب اشتباه کردم. حالا این پند و نصیحتی که من دارم به شما میکنم، اگه واقعا تصمیمتون جدیه برید خب، و اگه نه تصمیمتون جدی نیست داره بیشتر بایستی فکراتون رو بکنید، کارهای دیگرتون رو انجام بدید تا به موقعی برسید که آیا یه تصمیم جدی گرفتید که آیا من سربازی رو میخوام برم یا آیا من میخوام سربازی رو نه. یه موضوع جالبی که من اصلا فکر نمیکردم همچه اتفاق پیش بیاد، ولی بعد از خدمت شما کابوس میبینید در باره پادگان. نمیدونم حالا کسایی که دارن ویدیو رو میبینن چند دستشون سرباز هم این اتفاق براشون افتاده، ولی من شاید 7-8 بار شده که توی این یه سال من کابوس میبینم که دوباره رفتم سر سربازی، دوباره رفتم تو پادگان دارم خدمت میکنم و خیلی بده. یعنی صبحش که من این شبا که من این خواب رو میبینم صبح خاموشم اینجوری هم که همینجوری دارم نفس نفس میزنم، قلبم طور میزنه و استرس اون موقع است. یعنی همش فکر و خیالای اون موقع است که بعضی وقتا من میبینم اتفاقایی که مثلا میبینم فکر میکنم که جنگ شده، آره من الان رفتم سر خدمت و نمیدونم این کابوس ها برای شما هم اتفاق افتاده. ولی بدونید سربازیتون که تمام بشه یه همچین چیزایی هم دارید، یه کابوس هایی میبینید و طبیعی آدم قدر استرس میکشه تو این تایم که این یه جز طبیعیه، یه امر خیلی معمولیه که آدم کابوس میبینه و یاد اون گذشته ها میکنه. حالا این هم که گفتم، ولی خب یه خوبی هایی هم داره از هم نگذریم. ببینید شما وقتی میرید سربازی چون فشار خیلی زیادی روتونه و خیلی سخت میکشی، ناخودآگاه نسبت به یه سری از مسائل و اتفاقات خیلی سردتر میشید. یعنی اینجوری بگم که مثلا ممکنه یه اتفاق سخت بیفته برای شما، ولی چون شما سختی های بدتری کشیدید اون مسئله براتون هیچ به نظر بیاد. یعنی من خودم توی خودم میبینم یا مثلا با دوستان که حرف میزنم که خدمتشون تموم شده میگن آره جوابی ما وقتی که خدمتمون تموم شده احساس میکنیم که همه مثلا مشکلاتی که برای خیلی ها مشکل بزرگیه برای ما این مشکل کوچیک و عادیه و خیلی ساده از کنارش رد میشیم. برای من هم همین جوریه. واقعا خیلی از چیزا مثلا میبینی طرف داره استرس میکشه، نمیدونم سختی داره میکشه، میگه اوف خدا مثلا کلا مشکل پیش اومده چیکار کنم، بعد مثلا همون مشکل که برای من پیش میاد من میگم که اوکی خب مشکل بالاخره حل میشه دیگه. چرا؟ چون که ما تو اون یک سال و نیمی که حالا من خودم تو خدمت بودم چنان سختی هایی کشیدیم، چنان استرسی کشیدیم و خیلی استرسیتون مخید داره. اینو بهتون بگم، من اصلا اولین مویی که سفید کردم تو همین سربازی بود. خب این همستان تو این چند وقت خیلی اتفاق نیفتاد و بعد تو سربازی این اتفاق افتاده بود و خیلی استرس داشت، خیلی استرس داره. برای من این استرس ها هست و وقتی که این استرس ها رو شما پشت سر میذارید نسبت به یه سری موضوعات خیلی بزرگ، نمیدونم بزرگ منشانه تر، خیلی بهتر اون موضوع رو میتونید فیکس کنید، اون مشکل رو میتونید فیکس کنید. این هم از خوبی های حالا سربازیه. ولی در کل به نظر من سربازی یه چیز بده، یه چیز مضره. خب کمش شاید خوب باشه، مثلا در حد 5-6 ماه شاید خوب باشه، ولی همه نباید سربازی برن. به نظر من همه نباید بلد باشن با تفنگ کار کنن. یه سری ها رو ما باید مختص این کار قرار بدیم، پول خوبی هم بهشون بدیم که حفاظت کنن کشور. این وظیفه ما نیست که همه رو بریم خدمت. و نکته آخرم درباره منطقه محرومی بگم و بعدی آب و هوا ببینید و این که 6 ماه از خدمت من کم شد. چرا؟ خب یه دونه 3 ماه کم شد به خاطر بدی آب و هوا جایی که من خدمت میکردم. من توی لشکر 84 خونم رو خدمت میکردم و به خاطر همین 3 ماه کسری داشت همین داستان. و 3 ماه دیگه هم از من کم شد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من بروجرد زندگی میکردم و محل خدمتم خرم‌آباد بود. از اونجایی که محل خدمتم تا خونه هلوش 80 کیلومتر فاصله داشت، 80 یا 100 کیلومتر فاصله داشت، 3 ماه دیگه هم خدمت من کم شد به خاطر همین. یعنی من 6 ماه خدمت نمی کردم.
اگه الان خدمت میکردم 3 ماه دیگه هم به خاطر اینکه کلا خدمت شده 21 ماه ازم کم شد، یعنی من 14 ماه خدمت میکردم. آره 18 ماه خدمت کردم، نه 15 ماه خدمت میکردم، یعنی یه سال و 3 ماه، واقعا یه سال و 3 ماه خیلی کم. و بودن حالا دوستانی که کسی داشتم که زودتر هم ترخیص میشدم. خب این هم یه توضیحی که بدونین چجوریه. الان مثل که اون فاصله بیشتر از 80 کیلومتر برای شما سه ماه کسی میزنن، فکر کنم 100 کیلومترش کردن، نمیدونم 150 کیلومترش کردن، و شما باید بپرسی. و نکته اینجاست که پلیسای به اضافه در هم این اطلاعات رو ندارن. من همون کلانتری که برای خدمت هم رفتم ثبت نام کردم هم این اطلاعات رو نداشت، اطلاعات غلط به من میداد. بهش میگفتم فلان این فاصله آیا سه ماه کم میکنن؟ میگفت نه کم نمیکنم. بعد من رفتم اینجا تو همون پادگان گفتن نه ما کم میکنیم. ببینید بهترین جایی که شما میتونید بپرسید اینه که با یه لباس بپوشید برید تو همون پادگان، و دژبالا هم اجازه میدن شما برید توی پادگان، برید بخش اداری رکن 1 مخصوص نظام وظیفه، این رو برید بپرسید، این حرفی که من زدم رو توی پادگان برید پیداش کنید و برید ازش اطلاعات بگیرید. خدمت من چند ماهه؟ اگه من فلان جا باشم بعد چند ماه خدمت کنم؟ مرخصی ها رو مثلا میتونید بچه ها برید بپرسید، شرایط پادگان رو میتونید در بچه های اونجا برید بپرسید، یه علم و اطلاعاتی میدن در باره سربازی به شما. اینجوری برید تصمیم بگیرید میخواید برید سر خدمت خیلی بهتره. خب و اگه مثلا پارتی هم داشته باشی که دیگه خیلی بهتره. مثلا من بودن دوستانی که پارتی داشتن میداختنشون شهرهای نزدیک خب و جاهای خوب میداختن، من خودم اصلا پارتی نداشتم، من فقط خدا خدا میکردم و میرفتم نماز میخوندم و دعا میکردم و یه جوری پارتی من خدا بود. و واقعا خدا روشه جای خیلی خوبی هم افتادم، همین که 6 ماه ازش قیم کرد و حالا شرایطش از همه بهتر بود، واقعا خدا رو شکرم. و حالا اگه شما نمیدونم خدا پرست هستید و ایمان دارید حتما از خدا بخواهید ولی پارتی هم هست، حتما پارتی جور کنید. ولی در هر دو صورت یه حرکتی باید بزنید که یه جا خوب بیفتی. این که آدم مثلا بیفته دم مرز و اینا واقعا سخت، واقعا سخته دم مرز. حالا دم مرز هم دوباره 3 ماه ازش کم میکنم به خاطر اینکه مرزم، فکر کنم بچه هایی که مرزم من دقیق نمیدونم 14 ماه 15 ماه خدمت میکنم، یعنی خدمتشون خیلی کم تر از دقیقی هست. ولی خب ما میبینیم دیگه هر دفعه یه اخباری میشنیم مثلا توی سیستان بلوچستان سربازی که شهید میشه متاسفانه. پس من صحبتم اینه که با یه علمی با یه اطلاعات نسبتا کاملی وارد این داستان میشیم. خب و امیدوارم که این ویدیوها بتونه، حالا من ویدیوهای زیادی درباره سربازی گذاشتم، بتونه براتون مفید باشه و ازش کارایی مثلا استفاده کنید و بهترین انتخاب ممکن رو انجام بدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و تا ویدیوهای دیگه. خدا نگهدار.